دریابندری یک نمونه اعلای روشنفکر معاصر. فکر میکنم که نمونه ایشونو خیلی کم داریم. دریابندری میتونه خواننده فارسی زبان آگاه رو به دنبال خودش بکشه. از فیلم دیدن ایشون زبان انگلیسی رو یاد گرفتن و مسلط شدن به زبان انگلیسی. هیچ تظاهری هیچ وقت کسی توی این ندیده، شما هم ندیده، هرچی هم بگردین کمتر به نتیجه میرسید. اگر بخواین انصاف به خرج بدین و نیاییم بگیم خیلی خوبه ایشون چون استاد بنابراین کارش هیچ ایرادی نداره، خیلی ایرادی هم گرفت بودن وارد بود. با ترجمه از آیلی داینگ، اصلا از اسمش من مشکل دارم. بور به بور بسیار مهربانه. ما همچه کسی پیدا نکردیم تو منابع اینترنت و نمیدونم اینجا هم پیدا نکردیم. بگن کسی به من ویلکاپی وجود نداشته. از سال 80 به این سو این کتاب 17 بار چاپ شده. کتاب آشپزی برای خودش یک تألیف بسیار جانانه‌ای در رشته تغذیه ایرانی و دریابندری کار مهملی نکرده واقعا. هر آنچه کرده مونده کار. به نظر من راز موفقیت دریابندری جدا از دانش گستردش اینه که زبان فارسی رو خوب می‌داند. کسی است که میراث سعدی رو خوب درک کرد. من دختر ناخدا خلفم، خواهر نجف. چه محله‌ای از آبادان زندگی میکردیم؟ ما اول یه خیابون که به اسم خیابون پرویزی معروف بود تو خیابون پرویزی مینشستیم. خونه بزرگی هم داشتیم، خونه پدریمون بود. زندگی راحتی داشتیم برای که خونه ما 6 تا مغازه داشت، اینا در اجاره بود. یه پولی هم بود که پلوی، یعنی از ارث پدری مونده بود، پلوی مدل عموم اون دوره بود. خواهرم هم تا دختر خونه بود کار میکرد. اسم مرحوم مادرتون؟ مادر من خانم سکینه دریابندری، خانم سکینه آریان. فامیل پدری؟ بله آریان. خواهرم خیلی هوای ما رو داشت، خیلی دلش میخواست که ما اهل کتاب بشیم. روی نجف خیلی حساسیت نشون میداد. مادرم هم با وجود که یک زنی بود که سواد نداشت، ولی هیچ وقت اجازه نمیداد که نجف از خونه بره بیرون، یعنی با بچه های کوچه هم بازی باشه، برای که خیلی آدم های جور و جور تو اون کوچه می نشستن. خواهرم هم خیلی دقت داشت، همیشه تشویقش میکرد به کتاب خوندن، که کتاب بخونه. کتاب از باشگاه ایرانی کتاب خونه خیلی بزرگ داشت می آورد. دریابندری از وقتی من میشناسمش و تجربهش کردم، در واقع کتاب همزادشه. بی اغراق میتونم بگم همین حالا روزایی که میاد اینجا دست کم 8 ساعت کار میکنه، 8 ساعت میخونه. داییم اصلا احساس میکرده که نیازی به سیستم آموزشی اون زمان نداره، یعنی مدرسه و آموزش و پرورش رو قصلا قبول نداشته چه بسا. و یه روز حوصله‌اش سر رفته و گفته دیگه نمیرم، ولی مشغولیات خودش رو داشته. کما اینکه یک دفعه ظاهرا پدر من تعقیبش کرده و دیده که رفته کنار شطل عرب 7-8 ساعت نشسته بوده و خیره به آب نگاه میکرده. صحبت زندگی دیگه،
آدم تو زندگیش که نمیدونه چی کار میکنه. شما میدونی که چی کار میکنی تو زندگی؟ یه وقته نه، یه وقته هم آره. من بیشتر اوقات نمیدونم چی کار میکنم. یکی از خاطرات خیلی خوب من از داییم سینماهایی که ما رو میبرد. من یادم میاد موقعی که من مثلا 5-6 سالم بود، مدرسه هنوز نمیرفتم و شاید اون موقع داییم مثلا 18-19 سالش بوده، از همون موقع بی نهایت به سینما علاقه من بود. اون موقع آبادان بودیم و ما میرفتیم سینما تاج آبادان که به قول خود داییم شاید واقعا زیباترین سینمای دنیا بود. واقعا من در هیچ جای دنیا سینما به اون قشنگی ندیدم. واقعا اون موقع هنوز پپسی و کوکا نیومده بود، چون قبل از مرداد 32 بود، هنوز پایا امریکایی‌ها باز نشده بود به ایران که کوکا و پپسی بیاد. لیموناد بود و برای ما لیموناد میگرفت که عاشقش بودیم و خودش مینشست با دوستاش راجع به فیلم صحبت میکرد. یعنی شما میرفتین در واقع فیلم ها رو میدیدین، فیلم های آمریکایی، بعد مطلب میرفتین؟ بله میرفتم فیلم ها رو میدیدم. اون موقع یک جایی بود، یک اداره سینما بود، یک جای کوچیکی داشتن فیلم ها رو قبلا میدیدم. سه نفر بودن، من هم صدا کرده بودم، میرفتم اونجا فیلم ها رو میدیدم. بعدا فیلم ها رو میبردن توی سالن نمایش سینمای شرکت نفت. همون زمان ها بوده که احتمالاً به زبان انگلیسی هم علاقه من شده، به این علت که در آبادان همیشه آخرین فیلم ها رو می آوردن و به زبان انگلیسی نشون می دادن. اینجور که من فهمیدم از طریق رفتن به سینما و گوش دادن به فیلم های خارجی در واقع زبان رو یاد گرفته. بعد هم که رفت در انتشارات شرکت نفت آبادان شروع به کار کرد، اصلا شغلش همین بود. یعنی باید می رفت فیلم ها رو می دید و بعد می اومد در مجله اخبار روز یا اخبار هفته که مجله روزنامه یا مجله بود که اونجا شرکت نفت آبادان منتشر می کرد، نقد فیلم می نوشت. روزنامه بود به اسم خبرهای روز. بله. مال شرکت نفت بود. اونجا می دیدم یه چیزایی می نوشتم. من اولین کتابی که از آقای دریا بندری خوندم، یک کتابی که سه بار خوندم تا بفهمم، کتاب ودا با اسلحه بود. اولین ترجمه‌ای که من کردم کتاب ودا با اسلحه بود. A Farewell to Arms اسمشه، کتاب انگلیسی مال همینگوی. این رو در سال 1333 خیلی وقته ترجمه کردم و بعد ترجمه رو آوردم تهران. دارم رفقایی که اون موقع داشتن در تهران، مرحوم کیوان. بله. لابد اسمش شنیدین. بله قطعا. دادم به ایشان. الان جلو نجف نمیشه اسم کیوان بیاری. ده. یعنی با صدای بلند و دستمال میگیره جلو چشمش رو گریه میکنه. از بین دوستایی داییم که همیشه داییم خیلی دوست داشت، اطرافش خیلی آدم بود، مرتضی کیوان شاخص بود. ما 30-40 سال میگم راجع به کیوان هیچ صحبتی نمیکردیم. نمیشه.
خودمونم نمی کردیم. یک دفعه که کردیم یک ها دیدیم که واقعا نباید می کردیم، چون عکس العمل دایمون انفجار عاطفی شدیدی که نشون داد خیلی شدید بود. موقعی که کیوانو گرفتن و کیوانو اعدام کردن، من اون روز گریه نجفو دیدم. محمد جعفر محجوب، ایشون اون ترجمه رو داد به انتشارات صفی علی شاه در تهران، ناشر خودش بود، داد اون چاپ کرد. من بلافاصله اون موقع به زندان افتادم. وقتی که برگشتم به تهران، به آبادان، بنده رو گرفتن و زندان افتادم. 4 سال زندان بودم. این بود که ترجمه من موقعی منتشر شد که من داشتم می افتادم به زندان. هنوز زندان نمی افتاده بودم. بعد افتادم به زندان. بعد از زندان و انتشارات کتاب‌های جیبی، داستان مربوط به 4 سال بعد از اون که من زندان افتادم، که اون موقع کتاب‌های یک ناشری به وجود آمده بود به اسم کتاب‌های جیبی، کتاب‌ها رو در خط جیبی چاپ می‌کرد و به تعداد زیاد، که این کتاب رو هم گرفتن چاپ کردم. ساله بعد سال بعد سال پست سال درد سال بعد سال عذاب زندگی جام نیست، عشق دام نیست، حتی مرگ دام نیست. که بعد از 28 مرداد هر کس که افکار چپی داشت یا مثلا یک چیز چپی بهش میچسبوندن میگرفتن دیگه. خب نجفم جزو اون داردسته اولی بود که گرفتنشو. همین آقای مرتضی کیوان اومده بود یک کاری کرده با عنوان یک خبرنگار، اومده بود آبادان، تونست که آزاد کنه این عده‌ای رو که گرفته بودن. حالا چطوری و به چه شکلش من درست یادم نمیاد، ولی بالاخره انقدر نجف رو تعقیب کردن بعد از آزاد شدنش که خودش رفت خودش رو معرفی کرد، یعنی دنبالش بودن دیگه، فکر نمیکرد که انقدر گرفتار بشه. خب رفت معرفی کرد خودش رو، گرفتنش رو. فکر میکنم از مشغولیات عمده داییم توی زندان یکی نقاشی بوده، کتاب ترجمه کرده و آشپز در واقع همبندیاش بوده، زبان یاد میگرفته و یاد میداده، یعنی به دیگران انگلیسی یاد میداده و از دیگران اونایی که میدونستن فرانسه یاد میگرفته. به هر حال به نظرم نمیاد که دوران زندان داییم دوران بدی بوده. در زندان مشغول کتاب تا
تاریخ فلسفه هست که بعد از زندان چاپ شد به اسم تاریخ فلسفه غرب. نجف نه تو زندان تهران، تو زندان آبادان ترجمه کرد، یک کتابی رو ترجمه کرد، تاریخ فلسفه غرب، تاریخ فلسفه غرب ترجمه کرد که با چه مکافات اینو از زندان در آوردن و بعد برد به عنوان اینکه رفته بود حمام و فلان و اینا برده بودن و اونجا نزدیک بود گم بشه، ولی خب پیداش. حرکت ترجمه از 1320 به بعد یه روند جدی تری شد، به خصوص از سال 1330. منتها در دهه 30 تب و تاب های سیاسی سایه انداخته بود روی ترجمه ادبی، یعنی کتاب های ترجمه می شد که بار سیاسی خاصی داشت و اغلب اهل قلم هم به هر حال اون وقت گرایش هایی داشتن. دهه 40 حسنش این بود که اون طباطبای مقدار فرو نشست و مترجمان آمدند گزینش کتاب رو بر اساس اعتبار ادبی کتاب انتخاب کردند. کتاب همینطور که گفتین در اون نصر به هازین بود، سید حسینی بود، نجفی بود، قاضی بود و البته همه اینا هم از فرانسه ترجمه میکردند. اتفاق مهمی که در دهه 40 افتاد روی آوردن به زبان انگلیسی برای ترجمه بود. ادبیات انگلیسی زبان در دهه 40 خیلی رونق گرفت، به خصوص ادبیات آمریکای شمالی که کم و بیش برای ما ناشناخته بود. قبل از اینا شاید گلستان بود، آقای گلستان بود که یک کتاب ترجمه کرد از مارک توین، و بعد خود دریابندری بود. دریابندری از دهه 30 شروع کرده بود ولی واقعا شکوفاییش باید بگیم از دهه 40 بود. ادبیات آمریکای شمالی که یه چیز جدیدی بود در قیاس با ادبیات فرانسه اینا، از همین دوره به نظر من اوج معرفیش بود. همینگوی، فاکنر، شتنبک در دهه 40 شد. یکی از شاخص‌ترین این مترجما دریابندری بود. فکر می‌کنم اولین کاری که از ترجمه ایشون برخوردم بیگانه‌ای در دهکده بود از مارک توین که ناولت در واقع. رمان هکلبری فین رو اولین بار با ترجمه آقای گلستان دیدم. بعدها ترجمه دیگری از آقای هوشنگ پیرنظر اومد. به نظر من باید ترجمه میشد دوباره و من ترجمه کردم. شاید براتون جالب باشه که من اون موقع دیگه این کتاب وقتی منتشر شد شاید مثلا 10-15 سالی خودم کار میکردم، دستم گرفتم که ببینم چه چیز پیدا میشه تو این کتاب که من انگشت بذارم، و واقعا جز شاید مثلا 2-3 مورد اختلاف سلیقه با استاد با تحسین کامل خوندم و لذت بردم از این متن.
مثلا شما کتاب قدرت راسل رو که ترجمه کردید بله. اون دو فصل انتهاشو نکردم بله. این دلیل این کارتون چی بود؟ سلیقه خودتون بود یا که ضرورت کتاب توضیح دادم من مقدمهش من توضیح دادم که چرا ترجمه نکردم. به نظر من دو فصل آخرش خیلی ضعیف بود و در واقع چرند بود. حالا البته بعضی ها میخورن بعضی ها خیلی دارن که خیلی هم خوب بوده نمیدونم، ولی به هر حال به نظر من اون دو فصل آخرش چیز قابل توجهی نبود. تعلیف های استاد هم چون این کنن بزرگان رو با لذت فراوان من خوندم و خب میشه گفت با نویسنده خوشذوقی یا حالا ایشون میگه ترجمه است. من هنوز شک دارم چون ایشون هم به روشنی توضیح ندادن که ما همچه کسی پیدا نکردیم تو منابع اینترنت و نمیدونم اینجا هم پیدا نکردیم. یه جورای خودشون اصرار داشتن انگار که مثلا بگن کسی اونا ویلکاپی وجود نداشته و این در واقع نجف دریابندری بوده داشته، ولی هیچ موقع مثلا آقای دریابندری راجع به ویلکاپی حرف نزد. میتونیم کنم بزرگانش مثلا یکی از همین چیز داد و بعد هم جا افتاد، یعنی اصلا خود واژه چنین کنند بزرگان امروز شده یه ضرب‌المثل توی کار. راجع به چنین کنند بزرگان اون ویلکاپی این هنوز که هنوزه این چالشی هست که برای شما چایی نمی‌بردن بگو بیارم هنوز سوال هست که آیا همچین نویسنده وجود داشته؟ همچین آیا واقعا ترجمه شده؟ آره همچین نویسنده وجود داشته. شما همچنان میگین هست ها؟ آخه خیلی محجور حالا همچین نویسنده حداقلش اینه. چون با روحیه طنز خود شما و نوع برخورد طنزتون ایجاد موقعیت طنز خیلی نزدیک بود. بعد ظاهرا اینم به صورت مداوم منتشر میشد توی یکی از نشریاتی که شاملو هم بود موقع. این حالا سوء تفاهم یا این فکر به وجود اومد که احتمالاً اینا رو خدای دریابندری نوشته. این ترجمه یه متن انگلیسیه به اسم نویسنده هم ویلکاپی. دریابندری دروغ نمیگه، هیچ کس نمیتونه بگه دریابندری دروغ گفته. به هر حال خودش میگه که حقیقی بوده، اما واقعیت اینه که اون زمان که اول بار این تو خوشه چاپ شد همه میگفتن نه آقا اصلا این خود دریابندری میبیسه، چون خود دریابندری اصلا طنزش درجه یکه. اما واقعا آیا بگم قاضی مثلا، آیا قاضی میتونست اون زبان رو در بیاره؟ غیر ممکن به هر حال چه ترجمه باشه چه تألیف باشه، ترجمه اگر باشه که بیشتر تحسین انگیز نوشته هم باشه تألیف خود استاد باشه باز هم تحسین انگیزه و واقعا کار شیرین و شیوا و لذت بخشی که دیگه به ندرت گیر میاد که من همچو لذتی رو از خوندن کتاب که این هم آدم بخونه بخنده و خنده نه سطحی بلکه حتی به خودش هم بخنده. شاید مثلا بعد از کتاب دایجان ناپولئون این یادم میاد. دوره بود که مترجم میگفتن باید طوری ترجمه کنه که اگر نویسنده همزبان مترجم بود اونجوری می نوشت.
پیرمرد دریا هم کار خوبی بودش، منتها در واقع دریا بندری آمده بود توی اون حالا یه ابتکاری به خرج داده بود که امروز شاید نپسندن، مثل این مثلا کاربرد یه سری اصطلاحات جنوبی برای از لهجه جنوبی استفاده مثل مثلا بمبک برای کوسه و اینه که برحال امروز کسی اینجور نگاه رو نمیپسنده. به نظرم ایشون یک مرحله از مثلا مترجمان مثل محمد قاضی جلوتر، به این دلیل میگم که محمد قاضی بیشتر با متنهای روایی کار داشت، برای همینم تسلط و استادیش در زبان ادبیات فارسی برجسته تر بود. اما آقای دریا بندری که با فاصله چند سالی بعد از ایشون است مترجم مدرن بوده، برای اینکه رفته از همون اول سراغ کسانی مثل مارک توین، فاکنر، که همه اینها نویسندگانی بودند که دیگه به سبک داستانهای ماجرایی و ماجراجویی و حادثه پردازی یا اصل بر مستقر بر داستانگویی باشه وجود نداشته توش، و استاد دریا بندری این رویه رو دنبال کرد. کتابهایی رو انتخاب میکنه به درستی که زبانش رو بتونه در بیاره، اما این به معنای این نیست که دریا بندری یه زبان داره. قبل از این گفتم دریا بندری ادبیات این زبان رو داره در ترجمه همینگوی، نه در دکتروف رکتان با همینگوی یکی نیست، باز فرق داره، گرچه چارچوب یکی، چارچوب کلی یکی، یعنی همون زبان نرم نزدیک به محاور است. اما این زبان وقتی میاد توی متفکران روس دیگه فرق میکنه، اونم با سبت نیست، چون در تاریخ فلسفه غرب هم بازی زبان دیگه است، در خور گفته یه راسده. پس به نظر من مترجم سبک نداره، ولی مترجم باید لایه‌های گوناگون زبان رو بشناسه و برش مسلط باشه در ترجمه ادبی. از یکی از دوستان مترجم ما پرسیدن که مترجم صاحب سبک فلانیه، یا شما مثلا به عنوان تعریف مترجم صاحب سبک، ایشون به درستی جواب داد که من از اون تاریخ تو گوشم زنگ میزنه همیشه، میگم مترجم صاحب سبک نداریم، مترجم سبک رو از نویسنده میگیره و تابع نویسنده است، بنابراین مترجم صاحب سبک معنا نمیده. و وقت با نگاهی به آثار ایشون آدم میبینه که بله هر کدوم چه تفاوتهایی دارن. نثر آقای دریا بندری نثر شسته‌رفته است، در واقع نثر پاکیزه ای که به نظرم با متن کشتی میگیره. شما ببینید مثلا وقتی هم مارک توین ترجمه میکنه سعی میکنه بره زبان مثلا تام سایر پیدا بکنه، وقتی مثلا میره بازماندی روز ایشیگورو رو ترجمه میکنه میره زبان یک آدم نوکر صفت مثلا در واقع هر ارباب بگر رو پیدا میکنه. یعنی شما مثلا وقتی بازمانده روز رو میخونید دقیقا حس میکنید که اون شخصیته چقدر خوب در اومده. بله، درباره لند که من اشاره کردم، ایشون به نظر من تونست به درستی از عهده بر بیاد، یعنی از زبان رسمی که مثلا مترجمان قبل از ایشون که نمونه برجستش همونجوری که گفتم آقای محمد قاضیه، مرحوم محمد قاضی، یک پله جلوتر رفت. به خاطر این عرض کردم خدمتون که لحن رو نزدیک کرد به زبان عامه یا عامیانه و جرأت ورزید. این اولین بار تا جایی که من یادمه از بین مترجمان برجسته ادبی اولین بار آقای دریا بندری این کار رو کرد. اما مسئله اینه که این تنها توانایی دریا بندری نیست. دریا بندری به جرأت میتونم بگم یکی از نویسندگان و مترجمانی است
که ساده نویسی رو بسیار خوب بلده. ساده نویسی به این معنی که تو در این حال که زبانی غنی داری بتونی روشن و ساده و بی‌ادا بنویسی. این رو اون و شما برید تو متفکران روس ببینید که یکی به نظر من یکی از بهترین کارهاییست که دریا بندری هوشیارانه باز گفتم انتخاب کرد، چون دریا بندری آدمیست که به نظر من همینطوری ترجمه نمیکنه، کتاب رو انتخاب دقیق میکنه. یعنی کسیست که میتونه زبان عمیق رو به راحتی بنویسه. اما تاریخ فلسفه غرب رو ما با لذت خوندیم، بعدها کسانی ایرادهایی هم مطرح کردن، من زیاد به اون ایرادها اصلا توجه ندارم. ایشون به زبان شیرینی، چون خود برتراند راسل هم به همون شیرینی انگار نوشته، به زبان زیبا و شیوا و شیرینی ترجمه کردن. از ودا با اسلحه تا به رگ تایم و بیلی بادگیت که برسیم یه سیر زبانی رو شما میبینید و به نظر من بیلی بادگیت واقعا یه اوج در نوع زبانی که دریا بندری انتخاب کرده. یا مثلا روی اون کار بیلی بادگیتش شما میدونید به هر حال مدعی هم پیدا کرد، مثلا مسعود طوفان یه مقاله خیلی مفصلی نوشت راجبش. اگر بخواین انصاف به خرج بدیم و نیاییم بگیم خیلی خوبالایشون چون استاد بنابراین کارش هیچ ایرادی نداره، خیلی از ایرادایی هم گرفته بودن وارد بود. مترجم به هر حال همه کارهاش که درجه یک و برجسته از آب در نمیاد، چنان که من در مورد رمان رگ تایم هم وقتی که اون زمان که منتشر شد به بازار اومد به نظرم رسید، اصلش رو هم داشتم، به نظرم رسید شتاب زدگی های توش هست، اما در مورد بیلی بادگیت خودش شاهکار شده و هیچ ایرادی از نظر من شاگرد دارم خدمتتون میگم بهش وارد نیست. بازمانده روز یک کار خیلی بی نظیر بودش. من واقعا این کتاب رو با لذت خوندم و خب خیلی از مواقع که مثلا خودم داشتم ترجمه میکردم توی یک کاری گیر میکردم، ترجمه خودم میذاشتم کنار که هیچ ربطی هم به موضوع نداشت، میرفتم میشستم اون کتاب رو میخوندم که لغت دستم بیاد. یه جور در واقع شنیدن حرفهای دیگران بود، یه جور یاد گرفتن بود، یه جور کلاس بودش همیشه. شروع سالهای 50 من مسئولیت پیدا کردم تو انتشارات نیل و با ایشون در امورم و کارام مشورت میکردم و همینطور مطلب ادامه پیدا کرد تا اون تحولات بزرگ و انقلاب اتفاق افتاد. بعد سالها ازشون دور موندم و مسکیشون رفته بودن امریکا و سفر بودن و اینا. بعد که برگشتن کار ما با آقای دریا بندری بسیار فعال شد. از اواخر دهه 60 بیشترین بخش در واقع کارایشون دست من بوده. چه کتابایی از ایشون شما انتشار دادید؟ کتابای مختلفی مثل بازمانده روس، تاریخ روسیه شوروی ادوارد هلت کار رو در آوردم، کتاب معروف یک گفتگو رو ازشون در آوردم، پیامبر و دیوانه خلیل جبران رو در آوردم، از این لحاظ رو در آوردم که مجموعه مقالات و مقدمه های ایشونه یا در واقع جامعه مقدمه های یکیشون رو کتاباشون داشتن و به لحاظ حجم کار و کاری که خیلی ما رو با هم بیشتر
درگیر و همراه و همکار کرد اون کتاب معروف مستطاب آشپزی. در واقع کتاب مستطاب آشپزی حاصل نیم قرن کار ذوقی و عملی و سپس تألیفشه که از 68 شروع شد و 80 کتاب منتشر شد. آشپزی رو در زندان شروع کردم. من در زندان با آشپز اتاق خودمون بودم. زندانی ها اتاق مختلف داشتن. ما یه اتاقی داشتیم به اسم اتاق 12 که چند تا از بچه ها بودم. یعنی در واقع این کتاب آشپزی که شما نوشتید حاصل بخشش حاصل تجربیات زندانتونه ها؟ حاصلش نمیشه گفت، ولی خب تجربیات زندان مؤثر بود. کتاب آشپزی برای خودش یک تألیف بسیار جانانه ای در رشته تغذیه ایرانی و غیر و غذاهای بین المللی هم هست. من گرفتم، خونم هست، خانم هم استفاده میکنه با رضایت دم. بوشهری ها خیلی دوست دارن به خاطر که پدر و مادر شما بوشهری هستن بگن که آقای دریابندر بوشهریه، یعنی خیلی این علاقه رو دارن. خود آقای دریابندر چی میگه؟ خب خود آقای دریابندر هم همینو میگه دیگه.